سلام به شما عزیزان در شمال، جنوب، شرق و غرب ایران، هر کجای ایران که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته. جمشید چالنگی هستم، با شما عزیزان خواهیم بود در ساعت پیش رو. در این شماره از تفسیر خبر ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت تهران، 7 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی و 1 بعد از ظهر بارانی واشنگتن با شما خواهیم بود و خواهیم پرداخت به وضعیت حقوق بشر در ایران، یا بهتر است گفته شود نقض حقوق بشر در ایران. میپردازیم به وضعیت زندانیان سیاسی، همچنین روند اعدام‌های تهدید کننده که چون سایه مرگ بر سر گروهی از زندانیان سیاسی همچنان جان آنان را تهدید می کند. آیا اعدام در ایران نوعی مجازات و انتقام جویی است یا اجرای عدالت است؟ آن سوتر، انتقال زندانیان سیاسی به نقاطی نامعلوم، از جمله علی معزی از زندانیان دهه 60 به نقطه نامعلومی منتقل شده است. قنچه قوامی همچنان به اعتصاب قضای خود ادامه میدهد و آنچه که مسئولان جمهوری اسلامی از جمله آقای حسن روحانی حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در مورد رعایت حقوق بشر در ایران ادعا میکند و آقای لاریجانی رئیس دستگاه قضایی ولایت فقیه یکی از لاریجانی های حکومت ایران درباره وضعیت حقوق بشر سخنانی تازه گفته است در ایران. در نیمه نخست برنامه با من و شما هستند خانم مهوش علی‌اسفندی از نهاد مادران علیه اعدام، بنیانگذار این نهاد. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. در ادامه برنامه همینجا بگم که آقای دکتر مصطفی آزمایش با ما خواهند بود و با ایشون درباره وضعیت زندانیان دراویش گنابادی در زندانهای فقیه سخن خواهیم گفت و پس از ایشون خانم رؤیا عراقی از کانادا نیز با من و شما خواهند بود. به اتفاق شما خیر مقدم میگیم و سلام میگیم به خانم مهوش علی‌اسفندی تورنتو. من هم سلام دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون و بینندگان عزیزتون. خانم علی‌اسفندی عزیز، قبل از هر چیز در ایران یک اختراع جدید شده، علاوه بر اختراعاتی که برای درآوردن چشم، بریدن دست، اختراعات برآمده از حوزه علمیه قم، روحانیت حاکم در ایران، اختراع تازه یک ماشین تازه‌ای برای نیروهای سرکوب به نمایش گذاشتن در ایران برای ترسوندن مردم، نشونه ضعف حکومت هاست که ابزار شکنجه و کشتار خودش و سرکوب رو به تماشا میگذاره. قضیه چی هست؟ آقای چارلنگه، همینطوری که خودتون الان فرمودید که اختراعات جدید داره روز به روز اضافه میشه در رابطه با سرکوب مردم، یکیش هم همین ماشین هاست که شما میفرمایید. ببینید، جمهوری اسلامی از قوانین 1400 سال پیش استفاده میکنه، ولی سعی میکنه ابزار جدید اونم به اختراع خودش بیاره و عرضه بکنه توی کشور ایران.
و اون چه که مسلمه ما باید بدونیم که این ابزار اصلا برای چی تهیه میشن؟ آیا این ابزار با این شکل و شیوه داعشی و این حتی رنگ داعشی، شما ببینید خیلی سعی کردن ماشین رو به شکل وحشتناک بسازن، رنگ مشکی بهش بزنن، همون رنگی که داعش به عنوان رنگ پرچمش هست، رنگ تاریکی، رنگ وحشت. بعد میان و این ابزار رو به شکل نمایش به مردم نشون میدن. خب این نشون دهنده، نمیتونیم بگیم که این ابزار نشون دهنده یا نمایان کننده قدرت یک رژیم هست، بلکه نشان دهنده نهایت ضعف اونه. برای اینکه اگه یه حکومت مردمی باشه و بخواد کار مردمی بکنه، من فکر نمی کنم احتیاج به این ابزار و این وسایل داشته باشه. بعد شما فکر کنید ببینید اصلا این ابزار قرار کجا ازش استفاده بشه؟ آیا قرار سر مرزها باشه؟ برای جلوگیری از دشمنی باشه، از هجوم و حمله دشمنی باشه؟ برای چیه این همه هزینه، این همه بودجه، این همه سرمایه کشور خرج چه چیزی میشه؟ این قرار کجا استفاده بشه؟ بجز این که قرار توی خیابونها و علیه همین مردم استفاده بشه، یعنی در واقع برای سرکوب مردم. اگر شما کارتون مشکل نداره، چه دلیلی داره که هر روز بخواد یه وسیله و یک شیوه علیه مردم بخواد استفاده بکنه؟ چه پرسش خوبی رو مطرح کردین خانم الاسمندی، که اینها قرار سر مرزها استفاده بشه، کجا استفاده بشه؟ و درست پاسخ همینه، بله، سر مرزها. ببینید، خیلی معتقد هستم مرز خیلی روشنی بین مردم و حکومت وجود داره و این مرز رو حتی در ادبیات روزمره مردم ایران شما میشنوید. شما دقت بفرمایید که حتما دقت کردید، و بسیاری از بینندگان ما، مردم وقتی راجع به حکومت صحبت میکنن در ایران، کلمه و ضمیر جمع سوم رو به کار میبرن، یعنی همش میگن اینها. اینها کی میرن، اینها نمیرن، اینها این کار کردن، اینها، یعنی مثل یک غریبه ها، مثل یک کسانی که آمدن کشورشون رو به زعم بسیار اشغال کردن. بنابراین این یک مرز، این فاصله بین مردم و حکومت، و این مرز رو هم دیدید که در آنچه که جنبش سبز بود، پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری گذشته در زمان احمد نژاد، خب اعلام کردن با هر شعارهایی که دادن، مرگ بر دیکتاتوری، ولایت فقیه و بقیه مسائل. بنابراین سر چنین مرزهایی، وگرنه مرزهای کشور خب به امان خدا راه شده است تا اندازه زیاد. دقیقاً. ببینید شما اگر همین جریان چند ماه پیش رو ببینید که توسط این گروه های مخالف رژیم یه تعداد از سربازها رو گروگان گرفته بودن و دستگیر کرده بودن، دیدید که چه امکاناتی داشتن. یعنی هیچ ابزار دفاعی از خودشون نداشتن، توی یک چادر معمولی، خیلی معمولی، خیلی راحت، یعنی یک آدم بی سلاح هم میتونست بره و اینها رو گروگان بگیره. و جوانای ما رو میبرن اونجا توی مرزها، و در واقع مرزی که بین خارج و داخله و باید محافظت بشه و امکانات بهتری داشته باشن، اونها رو به اون شکل رها میکنن و بعد میان روی مرزی که به قول شما و مردم دارن، اینجا مهیبترین ابزار و ترسناکترین ابزار رو میذارن در واقع. ولی یک چیزی که من فکر میکنم تو این جریان مشخصه آقای چارلنگی عزیز، اینه که این هم مثل بقیه شعارهای جمهوری اسلامی پوچ و توخالیه. یعنی درست این ماشین رو به این شکل هولناک با این رنگ، و این هم مثل همون صحبتهای آقای حسن روحانی میمونه توی نیویورک. یعنی در واقع این هم یک شعار پوچ و توخالیه، چیزی در دست ندارن. اما خانم الاسمندی، اگر این شعار پوچ و توخالی به هر حال ضرباتی بر جان و روان جامعه به خصوص جوانان وارد میکنه، یک نکته توخالی بودنش، بی ثمر بودنش رو شاید به گذشته که آدم نگاه میکنه، کشورهایی مثل شوروی، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی،
خب رژه های خیابانی بسیار قدرتمندی داشت، موشک هایی که به تماشا میگذاشت و و و نمونه های پلیس مخفیش، KGB و پلیس مخفی که داشت و کسی نفس نمیتونست بکشه مگر با ریتمی که حکومت تعیین میکرد. شما دقیقا. وقتی آثار اون موقع رو میخونید که قطعا بسیارش خوندید، میبینید که در شوروی و بلوک شرق بهترین کارها رو در بلوک شرق میتونید، گزارش های آقای میلن کونرا هست که ببینید، به فارسی ترجمه شده، مترجمین نازنینی ترجمه کردن، میبینید که چه گذشته در اونجا و بسیاری دیگه نویسندگان. خب اونها آیا تونست شوروی رو نگه داره که این ماشینای سرهمبندی شده به قصد ارعاب بتونه؟ شما چی فکر میکنید؟ دقیقا، من میخوام بگم وقتی که ببینید، وقتی که میاد و خودش رو در مقابل مردم، مردم عادی، مردم دستخالی، مردم بدون سلاح، با سلاح میاد میسته روبروی مردم، یعنی در واقع میخواد بگه که من سر جنگ دارم با شما. این ابزار هیچ وقت نتونسته کارساز باشه، کما اینکه شما میبینید وقتی که توی زندان میرن بیشترین شکنجه ها رو میدن از انواع و اقسامش، یعنی از شکنجه های جسمی، روحی، روانی بگیر همینجور بیا. حالا ببینید شما در زندگی عادی مردم، اینها میان و با زره پوش و با کلاخود و چه میدونم سپر و اینا، همه مقابل یه مشت آدم واقعا بدون دفاع قرار میگیرن و در واقع حکم دشمن رو میگیرن روبروی مردم. اینجا مردم میخواید به اینها چجوری نگاه بکنن؟ به جز اینکه من فکر میکنم، یعنی آدم بر میگرده و با تمسخر نگاه میکنه، میگه این کارا برای چیه؟ این حرکت برای چیه؟ برای منه؟ برای من بی دفاعست؟ برای من بی سلاح؟ مگه من چقدر خطرناکم که جمهوری اسلامی میاد این همه هزینه میکنه به جایی که حافظ امنیت من باشه، به جایی که تأمین جان من و نان من و مال من باشه، حافظ زندگی من باشه، میاد و یک موضع این شکلی میگیره مقابل من و خودش رو به عنوان بدترین دشمن مقابل مردم خودش قرار میده. این چه جور حکومتی میتونه باشه؟ خوبه واقعا پرسش خوبی است و من این پرسش رو کامل میکنم با این سوال که حکومتی که مدعی هست نخستین حکومت الله بر زمینه، حکومتی که مدعی هست نه تنها پایگاه گسترده مردمی در داخل ایران داره، بلکه باعث بیداری اسلامی در جهان شده و مستضعفان جهان به خصوص در کشورهایی که اسلامی خونده میشن همه طرفدار حکومت ایران هستن، حکومتی که خودشو مدعی هست که باید الگویی بشه برای جهان، حکومتی که سنگین وزن‌ترین رئیس ستاد نیروهای مشترک آقای فیروز آبادی رو داره که میبینیم تصویرشو. این حکومت واقعا چرا از کسانی مثل ناهید گرجی، کسی در فیسبوکش احتمالا چیزی نوشته، یا روزنامه نگار یه لاغبایی مثل عرض کنم خدمتتون نگران هست، مثل همه روزنامه نگارانی که در زندان هستن از مسعود باستانی گرفته تا بقیه، و همینطور یه دختر نازنین ایرانی که میخواد بره مسابقات فوتبال شو ببینه، والیبال رو ببینه، قنچه قوامی، نگرانیش از چیه که هنوز از 23 بهمن تا به امروز اعدام ها ادامه داره، بازداشت ها ادامه داره و ابوالفضل عابدینی ها هم همچنان در زندان هستن و جاشون رو به روزنامه نگارای دیگه میدن در زندان؟ اینها همه نشانگر وحشت خودشونه آقای چارلنگی، وحشت از آگاه بودن مردم، وحشت از اینکه مردم دیگه تکلیف خودشون رو میدونن، مردم به حقوق خودشون آشنا هستن. ببینید اینها میخوان مردم اون حقوق اولیه خودشون رو ندونن. شما به قول شما خانم ناهید گرجی یک فعال فیسبوکه و به گفته خویشاوندان و خانوادش هیچ رو فعال
فعالیت دیگه ای نداشته، یعنی در بیرون فقط توی فیسبوک فعالیت میکرده. مگه کار فیسبوکی چیه؟ به جز اطلاع رسانیه، به جز آگاهی رسانیه، چه کار کرده؟ سلاح دستش گرفته، رفته مقابل جمهوری اسلامی ایستاده. اینها که همه آدمهای بی سلاحی هستن، چرا باید یک رژیمی که این همه ابزار و ادوات سرکوب مردم رو داره، چرا باید از یک فعال فیسبوکی بترسه؟ چرا باید اون رو نگه داره تو این وضعیت بد؟ یا خانم قنچه قوامی، همونطوری که خودتون گفتید، ایشون حتی شهروند ایرانی هم نیستن. یعنی انگلیس شهروند بریتانیایی هستن، بله، و شهروند ایرانی هستن. نه تنها ایشون، اعتبار شهروندی بریتانیاییش به جای خود، اما بسیاری از جوانان ایران اساساً. من در حیرتم تیم‌های ملی والیبال، فوتبال و همه اینها چرا این اهانتی که مستقیما متوجه اونهاست واکنشی صنفی حتی ندارن، چون تیم ملی کشور فوتبال ایران بسیار هم دستشون درد نکنه، با هزار مشکلات زحمت میکشن جوانان ما در عرصه ورزشی، جای تردید نیست. اما وقتی عنوان تیم ملی هست، یعنی تیم ملی همه مردم ایران، نیمی از زنان، نیمی از جمعیت کشور زنان ایران، اگر نه بیشتر، به هر حال 50%، وقتی اونا اجازه ندارن تیم ملیشون رو ببینن، چگونه میشه قبول بکنن که اونها نماینده و تیم ملی همه مردم ایران هستن؟ آقای چارلنگ عزیز، همینطوری که ببینید، اصلا این جریان رو من میتونم با یه سوال دیگه صحبت کنم راجبش. ببینید، مگه دراویش گنابادی چی کار کرده بودن که بهشون حمله میکنن، این همه میگیرن، میزنن، میشکنن، درب و داغون میکنن؟ برای اینکه، یا اینکه شما مثلا میفرمایید که فعالیت صنفی، مگر توی کشور جمهوری اسلامی اجازه اصلا فعالیت صنفی میدن به مردم که بخوان فعالیت صنفی داشته باشن؟ متاسفانه توی این کشور اجازه تشکل بیش از 3 نفر رو به هیچ جا، حتی توی خیابون اگر 3 نفر کنار هم بیستن صحبت بکنن، اینها از همین جمع 3 نفره هم ابراز وحشت میکنن، یعنی بلافاصله شروع میکنن و عکس العمل نشون میدن. یکی از دلایلی که مثلا شما میفرمایید چرا تیم ملی نمیتونه، چرا مثلا ما میگیم صنف آموزگاران، چرا مثلا پرستاران، چرا 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 چرا, چرا تمام این اصناف نمیتونن، برای اینکه اصلا اجازه هیچ نوع تشکل و سازماندهی توی ایران داده نمیشه به هیچ گروهی. بله، من اینو اعتراض دارم خانم علاسمندی، سوء تفاهم نشه، من نه در مقامی هستم، نه در مقام یعنی جایگاهی که به مردم یا به کسانی بگم چه بکنن چه نکنن، حالا چه در سطح یک کشور. ما یک برنامه اجرا میکنیم در همین حدی که اخباری رو مطرح میکنیم. درست. اما پرسش هست. من از تیم ملی والیبال ایران نه خواستار این هستم که چنین کاری بکنن یا نکنن. سوال این هست که وقتی دختر نازنین ایرانی پشت درهای استادیوم متوقف میشه، به زندان میره و بسیاری دیگه دختران به استادیوم ها را داده نمیشن و بعضی ها بازداشت میشن، شکنجه میشن، همه اینها هست، در همین حدی که میتونن، برای من فقط سواله. من سوالم نمیتونم مطرح نکنم که درسته، تعجب برانگیزه که در یک جامعه ای مثلا هیچ عکس العملی از سوی ورزشکارانی که روی سکوهای قهرمانی بین المللی که یک نوع تریبونه میستن نیست. شما همین سیاهایان آمریکا، بسیار هم زحمت داشت، بسیار هم اذیت شدن، بسیاری کتک خوردن، به زندان رفتن، ولی قهرمانان دو میدانی آمریکا که اکثرا سیاه پوستان بودن، از کارل لوئیس گرفته تا پیشتر از اون، هر جا فرصت به دست می آوردن حداقلش این بود مشتای خودشون گره می کردن بالا و این شده بود سمبل اعتراض به وضعیت سیاهان در آمریکا تا اینکه به حقوق مساوی رسیدن. به هر حال من نه به کسی میگم چه کنه چه نکنه، اما از طرح سوال نمیتونم خودداری کنم. درسته. ببینید، همین حضور خیلی خبرنگاران در درون زندان ها، حضور افرادی که به هر حال مثل همین خانم
ناهید که گرج. فرمودید، یا مهناز حکیمی، یا چه میدونم آتنا فرقدانی، قنچه قوامی، ناهید گرجی، حضور تمام اینا در درون زندان گواه بر همون علتهایی که میفرمایید که چرا نباید خانم ها توی استودیو باشن، و یا اینکه چرا قهرمانان ملی اعتراض نمی کنند. ببینید، اصلا یکی از دلایلی که این خانومی که ما میگیم فقط فعال فیسبوکی بوده و الان تو زندانه، همینه. یکیش به خاطر همین اطلاع رسانی است. اونا نمیخوان مردم بدونن، اونا نمیخوان مردم نسبت به حقوقشون آگاهی پیدا بکنن. اونها یکی درها رو کامل بستن. وقتی که میان و میگن که زنها باید توی خونه بمونن، زنها نباید بیرون بیان، زنها نباید شغل اساسی داشته باشن، زنها وظیفهشون بچه داریه، زنها وظیفهشون تولید مثل، خب یعنی اینکه اگر کسی بخواد بیاد این حقوق رو به من اطلاع بده، من رو اینطوری آگاهی بکنه، باید جلو اون گرفته بشه، باید اون بره زندان، تاوان این اطلاع رسانی رو پس بده. خانم ارزفندی، باز پرسش در همین حد. من واقعا پرسش رو به خاطر باز کردن مسئله و روشن شدن علتاش، شناخت بیشتری از آنچه که در ایران میگذره مطرح میکنم. اینکه ببینید، شما مادر هستید، مادری که دو فرزندش اعدام شد. بینندگان ما خودشون، مادران به خصوص، میتونن گوشه ای از رنج شما رو درک کنن. اما مخالف اعدام هستید. حتی در برنامه اعلام کردید چنانچه در دادگاهی محاکمه بشن و به اعدام محکوم بشن قاتلان فرزندان شما، مخالف خواهید بود که اعدام بشن. دقیقا. برای من این پرسش مطرح هست که یک بانوی ایرانی دیگر در عرصه بین المللی صاحب نام، خانم شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، ایشون این اصطلاح رو من میخوام بفهمم. وقتی صحبت میکنن، مصاحبه داشتن و ایشون این اصطلاح رو به کار بردن که اعدام ناعادلانه. از شما میپرسیم اعدام ناعادلانه چیست؟ به عبارت دیگه اعدام عادلانه چجور اعدامی است؟ اگه نظر من رو بخواید به عنوان بنیانگذار نهاد مادران علیه اعدام، من میگم که یک اصل فلسفی است که میگن جمع نقیضین محاله. یعنی اینکه دو تا چیزی که کاملا ضد هم و نقض کننده هم باشن، ما نمیتونیم که، ببینید، اعدام خودش یعنی گرفتن جان، یعنی اصلا نبود عدالت. چجوری ما میتونیم بگیم که اعدام عادلانه است؟ چجوری ما میتونیم بحث از دفاع حقوق بشر بکنیم، بحث از دفاع از حقوق انسان ها بکنیم، و بعد بیایم بگیم که اعدام فلانی عادلانه بود یا اعدام فلانی عادلانه نبود؟ مگر میشه همچین چیزی رو گفت؟ یعنی اینکه وقتی که شما به عنوان یک فرد مدافع حقوق بشر میای میگی اعدام ناعادلانه، یعنی اینکه اعدام عادلانه هم وجود داره؟ این رو باید، این سوال رو مشخصا از خود ایشون پرسید، و من از همین تریبون استفاده میکنم و از خانم شیرین عبادی این سوال رو میکنم که بیشتر توضیح بدن برای ما رو روشن بکنن که اعدام عادلانه کدوم بخش از اعدام هاست. آیا ممکنه یک اعدام یک شخصی یا یک چیزی عادلانه باشه؟ وقتی که من مادر، منی که دو تا فرزند رشیدم رو جمهوری اسلامی اعدام کرده، من میگم که شخص خامنه‌ای که مسئول تمام این جنایاته، اگر روزی توی یک دادگاه عادلانه ما قرار بگیریم، ایشون نباید اعدام بشه. من برای من قابل فهم نیست که اعدام عادلانه کدومه یا اعدام غیر عادلانه کدومه. برای من معتقدم که خامنه ای هم حتی اگر همین الان بیارن و اون رو بکشن و اعدامش کنن، اون چیز اساسی که من دنبالشم برطرف نشده. ببینید، من با تفکر اعدام مخالفم،
تفکر اعدامه که باید از بین بره، وگرنه شما میبینید آقای احمدی نژاد بود اعدامهای دوره خودش رو انجام داد، آقای روحانی هم اومده یک سال اومده 800 خورده ای رو اعدام کرده، حالا ما بیایم روحانی رو بگیریم بکشیم اعدامش کنیم، آیا اعدام از بین میره؟ بحث ما سر اون تفکر اعدامه. و من اینجا روی سخنم با خانم شیرین عبادی هست که خانم شیرین عبادی، شما به عنوان مدافع حقوق بشر اگر روزی شما در جایگاه آقای خامنه ای قرار بگیرید، آیا شما هم اعدام انجام خواهید داد به عنوان بخشی از اعدام های عادلانه؟ خب جمهوری اسلامی هم برای اعدام های خودش دلایل خودش رو داره دیگه، میگه من دلیل دارم برای این اعدام ها. پس وقتی که دلیل داره، دلیلش رو بنابر اون عدالتی که خودش میدونه، عدالت از دیدگاه خودش میدونه. پس خانم شیرین عبادی هم اگر روزی قرار باشه بر مسند قدرتی بشینه یا اینکه یک کاره یک جایی بشه، یک کشور رو به دست بگیره، حتما اعدام خواهد داشت بنابر اساس این صحبت آشکار خودشون که از این جمله واژه به کار بردن، اعدام ناعادلانه. پس من امیدوارم خانم عبادی توضیح بدن در این زمینه، همونطور که گفتیم بارها در درهای تفسیر خبر در ایران فردا نیز باز هست به روی همگان، حتی آقای همه انواع و اقسام لاریجانی ها که به پرسش هایی که مطرح میشه پاسخ بدن. خانم عبادی معرف حضور بسیاری از شما بینندگان هست، برای برخی که در جریان نیستن احتمالا آشنایی کامل ندارن، ایشون برنده جایزه صلح نوبل شدن. پیش از انقلاب نخستین بانوی ایرانی است که به درجه قضاوت قاضی شدن و نخستین زن بانو بود در ایران، اما بعدن در پیوستن به انقلاب و حمایت از روند انقلاب اسلامی با وضعیت زنان در نظام گذشته از مخالفان نخست بودند و از مدافعان نخست در وضعیت زنان در پس از انقلاب، در همراهی مانند بسیاری با رؤیاهایی که آیت الله خمینی با کلامی انقلابی در اذهان پدید آورد. برحال در درهای ما به روی ایشون باز هست خانم عبادی، و که توضیح بدن و این مفهوم رو بشکافن، اعدام ناعادلانه و توضیح این که کدام یک از اعدام ها در ایران عادلانه بوده از 23 بهمن ماه تا امروز که این ماشین اعدام لحظه ای از کار نایستاد. سپاس بسیار داریم خانم مهوش الاسفندی گرامی و امیدواریم در برنامه های آینده همچنین با ما و بینندگان ما باشید. من هم سپاسگزارم از شما از اینکه به من این فرصت رو دادید که در خدمت شما باشم و یک شعار اساسی نهاد مادران رو از همینجا اعلام میکنم که اعدام رو نه مرحله بندی کنیم نه طبقه بندی بکنیم. اعدام به هیچ شکلی جایز نیست. با سپاس دوباره از شما و این برنامه به شما و همه مادران ایرانی تعلق داره، مادران رنج دیده ای که رنج اونها ریشه ای از 23 بهمن ماه تا به امروز داره و حتی پیش از. با سپاس دوباره از شما پی میگیریم با آقای دکتر مصطفی آزمایش از دراویش گنابادی در پاریس گفتگو خواهیم کرد. فقیه، حکومت فقیه و دراویش ایرانی. تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستند آقای دکتر مصطفی آزمایش، سخنگوی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در پاریس. با سلام به شما آقای دکتر آزمایش عزیز. با سلام خدمت شما دوست عزیز جناب آقای چالنگی و همه بینندگان برنامه عزیز شما. آقای آزمایش، من نمیدونم چطور مطرح کنم، یعنی واقعا از
شوخی های تاریخ هست، البته این اتفاقات زیاد افتاده در تاریخ ما. دراویش گنابادی در ایران چه جرمی مرتکب شدن در ولایت فقیه که سر از زندان و شکنجه و کشتن در آوردن؟ دیگه حکومت با درویش گنابادی چه کار بود؟ بله واقعا این فرمایشی که میفرمایین یه واقعیتیه. از زمانی که یکی از اخوان و برادران ما آقای مهندس وحید بنانی هدف گلوله قرار گرفت و از پا در اومد به علت شدت خونریزی وارده 2 سال پیش در ماجرای قائله کوار، در حقیقت این قضیه سرکوب دراویش بعد جدید و تازه‌ای پیدا کرد و متاسفانه به شکایت خانواده اون شهید مرحوم هم هرگز رسیدگی نشد و این آزار و اذیت ها نسبت به دراویش ادامه پیدا کرد، حتی در دوران آقای دکتر حسن روحانی که 1 سال و چند ماه از اون گذشته و هیچ دلیل عقلانی و دینی و الهی پشت این مقوله وجود نداره. بله خب، صحبت اینه که حکومت ایران از روز اول پیدایشش تا به امروز صحبت وحدت مسلمین رو در سراسر جهان مطرح میکنه. آیت الله منتظری در خاطراتش مینویسه که چند و چندین بار به خونه ایشون حمله کردن، زدن، شکستن، بردن، غارت کردن، چه آزارها. و اتفاقا سوال جالبی رو مطرح میکنه، میگه اینو که دنبال وحدت مسلمانان هستن، با منی که وضعیتم این هست چنین میکنن، با بقیه مسلمانان چی؟ آه چطور میشه هم مدعی وحدت مسلمانی بود و هم مسلمانان و هم با آیت الله منتظری و با کاظمنی بروجردی و دراویش گنابادی؟ اون وحدت چی میشه تکلیفش با بقیه چی؟ بله، حتی همین جوری که در برنامه قبلی هم شما فرموده بودید، نسبت به جناب آیت الله العظما صانعی هم کم بیمهری نشد و حتی اون جامعه مدرسین حوزه علمی قم برای نخستین بار یک فتوای بی سابقه صادر کردند و ایشون رو به حساب خودشون خلع از مرجعیت کردند که یه همچین چیزی محال اصلا در فرهنگ شیعه، و این نشون میده که کاملا برخورد سیاسی با دین میکنند و در واقع دین رو تبدیل به یک ابزار حکومتگری و قدرتمداری کردند و برای خود دین و ارزش‌های الهی ارزش چندانی قائل نیستند. بله، من تا اونجایی که من اطلاع دارم این هستش که دراویش گنابادی مثل بقیه اهل طریقت، طرق مختلفی که هست، طریقت‌های مختلف، به گوشه به عبادت خودشون به شیوه خودشون مشهور هستن. بله، چه کاری کرد؟ دراویش گنابادی در حقیقت یعنی مسلمانان شیعه اثناعشری عامل به اصول طریقت علوی رضوی نعمت اللهی گنابادی هستند، یعنی مسلمان شیعه هستند که در عین حال به دل خودشون هم توجه دارن، به یاد خدا مشغولن در دلشون و به بنا به فرمایش و فرموده آقای دکتر نورعلی تابنده اینها در دوستی مانند آب زلال و در مقاومت در برابر ظلم مانند سنگ خارا هستند. حالا اینا به جای اینکه با آب زلال کار داشته باشن، میخوان به زانو در بیارن درویشان رو و درویشا هم زانوی تسلیم در برابر کسی به زمین نمیذارن و از اصول خودشون دفاع میکنن. البته یعنی به زانو در بیارن که چه چیز رو قبول بکنن؟ دراویش که دراویش در واقع دست از مرامشون، دست از مکتبشون که همون مکتب ارادت به حضرت مولا امیرالمومنین علیه السلام و اصول جوانمردیه بردارند. یعنی دراویش کار اضافه‌ای نسبت به سایر پیروان مذهب شیعه اثناعشری انجام نمیدن، نمازشون رو میخونن، روزهشون رو میگیرن، ولی اینا میگن اگر درویش ها مسلمان شیعه اثناعشری هن، چرا نمیان پشت
فلان ابا عمامه ای که ما تعیین میکنیم نماز بخونن، چرا میرن تو حسینی خودشون نماز میخونن؟ یعنی همین امر رو به قول خودشون مخل وحدت مسلمین تلقی میکنن و این رو وسیله بهانه‌ای برای سرکوب دراویش قرار میدن و میخوان اونها رو زیر فشارهای بسیار، اخراج از ادارات دولتی، ممانعت از استخدامشون در شرکت‌های مختلف و فشارهای مختلف و سرکوب‌های پیاپی، تخریب حسینی‌هاشون از پا درشون بیارن که دست از مرامشون بکشن و دراویش هم دست از مرامشون بر نمی‌دارن. در تصاویر می‌بینید دراویش که مورد هجوم کتک قرار گرفتن و در بیمارستان هستن، در تصاویر دیدید و می‌بینید. اما فقط شاید این نباشه که بیان در پشت سر فلان کس نماز بخونن، شاید بیشتر از این دست از مرامشون بردارن و بیان جزء بسیج باشن، جزء مامورای به هر حال دستگاه حکومت فقیه نیازمند هست برای کار شکنجهگر در زندانها لازم هست و و و و کارهای دیگه. چون اگر وحدت مسلمین هست به اندازه کافی اینقدر وحدت ایجاد شده که اهل سنت در ایران یک مسجد در پایتخت کشورشون نداره. همینطوری که میفرمایین، اتفاقا در کتابهای متعددی که بر علیه مکتب تصوف و عرفان اسلامی و درویشی نوشتند، جناب چالنگی، مشاهده میفرمایین که یکی از دلایل بهانه‌گیری بر علیه دراویش، بر علیه صوفیان، اینه که میگن صوفی ها سنی هستند. حالا دراویش نعمت، حالا تو دراویش هم سنی هست و هم شیعه هست، فرق نمی کنن، همه برادران دینی همدیگه هستند. انما المؤمنون اخوه. ولی اینها میخوان ابتدا بگن که صوفی ها عموما سنی هستند و چون ایران کشور تشیعه، در نتیجه در این مملکت جایی برای این مکاتب وجود نداره. اینایی که من میگم رو نوشتند، کتابی منتشر کردند به نام در کوی صوفیان و تمام این عرایضی رو که بنده دارم به خدمتتون عرض میکنم رو سیاه رو سفید نوشتند و مکررن این کتاب رو تجدید چاپ کردند. به همین دلیل مخالفتشون با صوفی ها فقط نیست، با اهل تسنن، یعنی هموطنان مسلمان پیرو اهل تسنن هم هست. همین جوری که اجازه نمیدن که درویش ها حسینیه داشته باشن، حسینیهشون خراب میکنن، به برادران اهل تسنن هم اجازه نمیدن که در پایتخت مسجد داشته باشن برای خودشون. آمار دقیق دارین آقای آزمایش گرامی که چند نفر از درویش گنابادی در زندان هستن؟ همین جوری که اطلاع دارید در زندان اوین تهران و در زندان نظام شیراز عده‌ای از دراویش که در عین اینی که درویش هستند مدافعین حقوق بشر، حقوقدان و وکیل دادگستری و نویسنده و روزنامه نگار هم هستند که تعدادشون 9 نفره و اعتصاب قضای 34 روزه کرده بودند، زندانی هستند. اما علاوه بر این تعداد دیگه‌ای هم هستند که احضار به دادگاه شدند به طور غیر رسمی، یعنی از طریق تلفن یا از طریق پیامک به طور مداوم خانواده‌های مختلف دراویش رو احضار می‌کنند به اداره‌های اطلاعات شهرستان‌های مختلف، بازداشتشون می‌کنند، دائم زیر فشار روحی و شکنجه قرارشون میدن. گروهی هم از خانواده دراویش در برابر دادستانی تجمع کرده بود. بعد در دو بار در برابر دادستانی و در برابر کاخ دادگستری بیش از 2000 نفر از دراویش روز شنبه و یک شنبه ابتدا تجمع کردند و گفتند اگر اونجوری که آقای محمود علوی وزیر اطلاعات در سخنرانی خودش بیان کرده درویشی معادل بیدینیه، ما همه درویشی، ما رو به جرم بیدینی بگیریم ببرین زندان همراه با عزیزان ما زندانی بکنید، که البته اینها رو مورد ضرب و شتم و
فحاشی و حتاکی قرار دادن و 800 نفرشون رو بازداشت کردن، ولی دراویش به حرکت خودشون ادامه دادن و هفته بعد باز روز یکشنبه جلوی کاخ دادگستری جمع شدن و این بار آقای مصطفی پورمحمدی یه نماینده از طرف خودش فرستاد و گفتش که شما بیاین در داخل کاخ دادگستری جمع بشین، چون بیرون هم برای شما هزینه داره هم برای نظام هزینه داره، و من قول میدم که این مطلب رو با رئیس قوه قضاییه و قوه مقننه مطرح بکنم و یه راهی برون برون رفته از این وضعیت پیدا بکنیم. و درخواست دراویش اینه که چرا عزیزانشون الان چندین ساله که بدون محاکمه عادلانه و داشتن حق استفاده از وکیل همینطوری تو زندان افتادن و محکوم به 10 سال حبس یا بیشتر یا کمتر شدن بدون اینکه اصلا مرتکب جرمی شده باشن، و باید به این وضعیت غیر انسانی، غیر اسلامی و غیر عادلانه پایان داده بشه. این درخواست خانواده های دراویش. البته آقای پورمحمدی که سابقه طولانی در آدم کشی داره، شاید به خاطر اینکه هوا آلوده بوده نگران بوده دراویش عزیز ما سرما نخورن یا ناراحتی در هوای آزاد براشون پیش نیاد، گفتن بیاد. آیا امیدی هست که کاری بکنن یا اینکه بعد در یعنی دستگاه قضایی این حکومت کاری بکنه در جای عدالت، یا اینکه بعد در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به درآید؟ بله، ملاحظه فرمایید آقای رئیس پلیس تهران، ایشون در روز شنبه و یک شنبه ای که دراویش جلوی دادستانی رفته بودند، ایشون وعده داد که من درخواست شما رو به سمع مقامات میرسونم و قول میدم اگر کاری از دستم بر بیاد کوتاهی نکنم، و دراویش متفرق شدند ولی گفتن ما هفته بعد برمیگردیم، و برگشتن چون هیچ کاری صورت نگرفت. بعد آقای پور محمدی این وعده رو داد، ولی از اون روز به بعد باز اتفاقی هنوز نیفتاده و دراویش به طور موقت اعتصاب قضای خودشون رو متوقف کردن. ضمناً یادآوری میکنم که در خارج از ایران هم همپیمان با دراویشی که در ایران هستند یک موج گسترده حمایت و همدردی به راه افتاد و حتی گفته شد که در خارج از ایران هم عده‌ای بسیاری داوطلب شدند که داوطلبانه در اعتصاب قضا شرکت کنند تا تکلیف دراویش در ایران مشخص بشه، و این قضیه همچنان بر جای خودش هست. و همینطور نهادهای بین المللی آقای آزمایش آیا واکنش بله نهادهای بین المللی در این مورد اقدام قاطع کردند. سازمان عفو بین الملل که یه سازمان مستقله یک بیانیه اکسیون اورژانت و اضطراری صادر کرد، و آقای شراسه که رئیس کمیسیون حقوق بشر و معاون وزارت خارجه آلمانه یک بیانیه مستقلی داد و اعتصاب ممتد قضای دراویش رو، دراویش گنابادی رو مطرح کرد و از مقامات ایران خواست که هرچه‌تر به مطالبات اینها رسیدگی کنه و این وضعیت غیر عادلانه و غیر انسانی پایان بده، و همچنین نمایندگان پارلمان اروپا و به ویژه آقای دکتر احمد شهید در گزارش سالیانه خودش و آقای بانکیمون این مسئله سرکوب گروه‌های قومی و دینی رو در ایران با ذکر نام دراویش گنابادی متذکر شدند، و تمام افکار بین‌المللی جهان توجه کرده به این قضیه دراویش. خوب گفتن نداره، دعای آزمایش که جای خود دارن. شما عزیزان بینندگان بهتر از من میدونید که عرفان چه سابقه دیرینه و استواری در ایران داشته. بزرگانی مثل ابوالحسن خرقانی بودند که بر در خانقاه خودشون نوشته بودند هر که از راه میرسد از دینش مپرسید، نان و آبش دهید، از دینش مپرسید. دراویش گنابادی هم جز این نمیگویند، اما چون این است فقیه بر نمیتابد جز شیوه خود، راه و رسم خود که شما هر روز میبینید. سپاسگزاریم آقای آزمایش گرامی. خیلی تشکر میکنم از لطف و محبتتون. امیدوارم که
روز به روز خداوند بر توفیق شما و همکارانتون اضافه کنه انشاءالله. ما محبت دارید، بزرگواری میفرمایید. ما به قول دراویش عزیز گرانقدر ما جز همین برگ سبز برنامه‌ای که در خدمت شما و بینندگان هستیم همین هست که متعلق به همه عزیزان هست. با سپاس از شما پی میگیریم، ادامه میدیم، گفتگو خواهیم کرد با خانم دکتر رویا عراقی درباره آخرین وضعیت آقای کاظمینی بروجردی. تنها دراویش ایرانی در زندان نیستند، روحانی شیعه که خواستار جدایی دین از حکومت شده است نیز، آقای کاظمینی بروجردی نیز زیر شکنجه قرار دارد. تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستند خانم رویا عراقی، این بار نه از ترکیه، مالزی است، کانادا، تورنتو. نخستین بار هست که از کانادا در برنامه تفسیر خبر هستند. با سلام به شما و خوش آمد. سلام به شما جناب آقای چرنگی گرامی و سلام به همه بینندگان محترم برنامه. خیلی ممنون از محبت. خانم دکتر عراقی از سخنگویان آقای کاظمینی بروجردی در خارج از کشور هستند و مدتی رو نیز در ایران در زندان سپری کردند. خانم عراقی گرامی، آخرین خبر درباره آقای کاظمینی بروجردی را از شما می‌شنوم. عرض کنم که در مورد آقای بروجردی همونطور که اطلاع دارید ایشون رو با گارد ویژه از سلولش خارج کردن و آخرین اطلاعاتی که ما داشتیم این بوده که خانواده بعد فشارها و پیگیری‌ها که خانواده کردن چند دقیقه تونستن 12 مهر ماه با ایشون ملاقات داشته باشن و ایشون اظهار کردن که در اتاق سلول قرنطینه قبل از اعدام هستن و ایشون رو با دستپای در قل و زنجیر اونجا نگهداری کردن و شکنجه میکنن و حالشون رو خانواده بسیار بد گزارش کردن. از اون به بعد هرچی پیگیری شده هیچ اطلاعی ازشون در دسترس نیست. حتی جدیدن به ما خبر دادن که ایشون رو از بین بردن. منتها ما از این خبر هنوز اطلاعی در دست نداریم و پیگیر هستیم که ببینیم که آیا تا چه حد این خبر درست هست و یا خیر. نگرانی حکومت ایران از آقای بروجردی چی هست؟ چرا آزاد نمی کنه ایشون رو؟ بله، اصلا که خب ایشون ریشه مشکلات رو هدف گرفتن. ببین ایشون از اساس خواهان جدایی دین از حکومت هستن و مخالف اسلام سیاسی و دین سیاسی در حد کلی و این رژیم هم بر پایه همین اسلام سیاسی، سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست در واقع پایه‌گذاری شده و با سوء استفاده از اعتقادات مردم داره ظلم میکنه، جنایت میکنه به اسم دین و اسلام. بنابراین این مسئله که ایشون در واقع مخالف حکومت دینی و حکومت اسلامی هستن دقیقا به عنوان یک آیت الله و به عنوان کسی که صاحب نظر هست در علوم اسلامی، خودش و خانوادهش و تمام اجدادش تا برسه به خود در واقع خیلی خیلی قدیم ها، با شناختی که اینها دارن به عنوان یک شخص شناخته شده وقتی که مخالفت میکنه با اسلام سیاسی و حکومت دینی میتونه برای اینها خیلی خطر آفرین باشه، چون آگاهی که ایشون میده به جامعه باعث میشه که تمام ترفندهای اینها افشا بشه و این مسئله برای اینها مسئله حیاتی است و بر همین ایشون رو تحت فشارهای خیلی زیاد و شکنجه قرار دادن و حتی از زمان قبل از دستگیری حتی چند بار به جان ایشون سوء قصد شده در اون حمله گسترده در 8 اکتبر 2006 انجام شد و بعد از اون در زندان الان هم در این وضعیت هست. خب خانم عراقی، اوایلی که بازداشت کردن ایشون و یا قبل از بازداشتشون خبرهایی بود که با ایشون رفتن صحبت کردن از همین روحانیون حکومت که آقا شما بیا دست بردار، شما مثل ما این لباس به تنتون هست و بیاین و این حرفا چیه میزنید، بیاید یه دوم گاوی هم دست شما، البته دوم گاوها این روزا میلیاردی شده،
دست شما میدیم، وزارتی، وکالتی، سفارتی، همین راه رو که ما داریم میریم بی خطر و پرمنفعت شما هم برید. چرا قبول نکردیم؟ دلایلشون میخوایم بدونیم. بله خب ایشون اعتقاداتشون قوی هست، حاضر نیستن خیانت کنن به مردم، هم به اعتقاداتی که دارن به عنوان اینکه اعتقاد دارن که دین باید فردی باشه و هر کسی آزاد هست که چه دین رو بپذیره چه نپذیره، چه خدا باور باشه چه دین ناباور باشه، این آزادی باید داشته باشه و حکومت هم باید به دست متخصصین اداره بشه بر اساس آخرین علم روز. بنابراین خب این اگر خودشون توی صحبت هایی گفتن که من چجوری به تاریخ پاسخ بدم و چگونی وجدان خودم رو راضی کنم که چه این کاری بکنم. البته این دوم گاو اصطلاحه، میگن دوم گاو به دست کسی دادن نشونی از یعنی شما بهتر میدونید دیگه مردم. الان این دوم گاو تبدیل شده به فرمان های مازاروتی و اینفینیتی و اتومبیل های بالای 1 میلیون دلار این ورون و در تهران. ولی چرا ایشون تقریبا تنها به نظر میاد در میون روحانیونی که این لباس روحانیت بر تنشون هست و سالهای سال نان این لباس رو خوردن، چرا فقط ایشون هست و تک و توکی صدایی میشنیم؟ بله اعتقاد روحانیون سنتی که همین هست، اعتقاد به جدایی دین از حکومت دارن و فکر میکنن که نباید دین در سیاست دخالت بکنه، منتها اینکه بتونن اظهار بکنن این خب شجاعت میخواد که به خاطر فشارهای خیلی زیادی که رژیم میاره تا حد مرگ، یعنی جانشون در خطر هست، ممکن هستش که نتونن هر کسی تحمل کنه و این ویژگی رو خوشبختانشون دارن و هم شجاعتشو دارن و هم از جانشون گذشتن. ما نمیتونیم از همه چنین توقعی رو داشته باشیم، هرچند که اگر مدعی هستن که میخوان از دینشون حفاظت کنن، حداقل به خاطر دین و وجدانشون باید یه حرکتی بکنن. برای خانوادهشون، دوستانشون، پیروانشون، هوادارانشون، هر عنوان شما بذارید، مشکلاتی ایجاد میکنن کردن؟ 100% همیشه این مشکلات بوده. حتی اینها انقدر تحت فشار میذارن تمام هواداران رو که با خانواده هیچ گونه تماسی نداشته باشن. من خودم بدم هست وقتی که در زندان بودم با جوها از سوالاتی از من کردن که چرا تماس گرفتیم، از اینا باید هیچ تماسی از اینها نداشته باشیم و هیچ ارتباطی با اینها نداشته باشیم. این یکی از بدترین چیزهایی بود که تحت فشار میذاشتن و میخوان که کاملا بایکوت بکنن، چه بایکوت خبری، چه اطلاعاتی، چه ساپورت، همه جور ساپورتی. و اینها به خاطر همین مسائل تحت فشار هستن. الان هم از این مسئله که به وجود اومده بیشتر تحت فشار هستن و تقریبا اطلاع رسانی از طرف خانواده تقریبا غیر ممکن شده به خاطر فشارهایی که روشون هست. خب ولی به نظر میاد فعالان یا هواداران آقای کاظمی بروجردی، اولا برای من خیلی جالب هست که نسل جدیدی از بانوان و دختران ایرانی هست که سبقه و سابقه مذهبی دارن. این در تاریخ سیاسی معاصر ما کم بود، نبوده. سبقه و سیاسی دینی دارن، مذهبی دارن و محترم هست اعتقاداتی که هست، هر مذهب و دینی که هست، و در این حال خواستار جدای دین از حکومت هستن و بفهم. یعنی در اطراف آقای بروجردی چنین دیده میشه و این خب در عرصه سیاسی ما باز تکرار و تأکید میکنم که بسیار بسیار جدید هست این فکر و این اندیشه در میان این دسته یا این گروه یا این خیلی بسیار محترم بانوان که همه محترم هستن، چنین افکاری و این فعالیتی که انجام میدن به نظر میرسه بسیار چشمگیر هست و شبانه روزی هست. بله عرض کنم که کاملا درست میفرمایید، این مسئله یک مسئله جدیدی هست و این نشون میده که تاثیر تدریس و این فعالیت های آقای بروجردی چقدر میتونه مؤثر باشه، ضمن اینکه خب خانوم ها توی این 35 سال جزء محروم ترین قشر جامعه بودن و فشارهایی که قانونا بر اینها وارد شده به خاطر حق و حقوقشون، باید از حق و حقوقشون دفاع کنن، بنابراین باید صفحه اول باشن. این چیزی هستش که باید انتظار داشته باشیم و نباید غیر طبیعی باشه. حالا این مسئله که خانم‌های مذهبی هم اومدن جلو، این یک حرکتی است که واقعا آقای بروجردی
مبتکرش هست و فکر میکنم که خیلی جا داره که روش کار بشه. من نتایج بسیار خوبی از کلاس های تدریس آقای بیجدی دیدم در بین قشر مذهبی، چه خانم ها چه آقایون، به ویژه خانم ها. یعنی ایشون به مساوات بین بانوان و زنان و مردان کاملا اعتقاد دارن و 100%، اصلا شک نکنید تمام صحبت هایی که کردن در عمل هم نشون داده میشه. نمایندگانشون هم خانم ها هستن، بیشتری شده آقایون هم هستن ولی خب بیشتری خانم ها هستن و این نشون میده که دیدگاه ایشون چقدر نسبت به خانم ها محترمانه هست و از دیدگاه کاملا برابرانه. خانم عراقی گرامی، پرسش ها بسیار هست، امیدواریم در برنامه های آینده با من و بینندگان ما باش. با سپاس بسیار از شما. سپاسگزارم از محبتتون، لطف کردید این وقت در اختیار من گذاشتین. حتما در اختیار شما خواهم بود. به پایان این برنامه تفسیر خبر می رسیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوهساران دراک، تفتان، البرز، کوه و زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.